بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام و درود بر شما همراهان گرامی. به این بخش از اخبار شبانگاهی خوش آمدید. من مهدی بهنام در جوار حرم آقا ابا عبدالله حسین علیه السلام در خدمت شما عزیزان بیننده هستم. سرخط خبرهای امشب: یک سوم ایرانیان زیر خط فقر، ناکامی سیاست‌های حمایتی دولت ایران. کشورهای غربی خواستار شفافیت حقوق در سینکیانگ شدند. درخواست 60 نماینده آمریکایی برای آزادی عمران خان از زندان. و انتقادات شدید به تغییرات قانونی جدید آلمان در زمینه پناهندگان. وقت شما بخیر. گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که یک سوم ایرانیان توانایی برآورده کردن نیازهای اساسی خود را ندارند و نرخ فقر در سال 1402 به بیش از 30% رسیده است. ابتدا به گزارش همکارم در این زمینه توجه فرمایید. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نرخ فقر در ایران در سال 1402 به 30.1% رسیده است که نسبت به سال 1401 افزایش 0.4% را نشان می‌دهد. این به معنی آن است که در حال حاضر یک سوم از جمعیت ایران قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند. در 5 سال گذشته نرخ فقر در ایران تقریبا در سطح 30% ثبت شده و پیش بینی می شود این وضعیت در سال 1403 نیز ادامه داشته باشد. شکاف فقر نیز به عدد 28% رسیده است که نشان دهنده افزایش فاصله بین دهک‌های مختلف درآمدی است. با وجود رشد 4.5% اقتصاد ایران در سال 1402، نرخ فقر همچنان افزایش یافته است که بیانگر ناکارآمدی سیاست‌های حمایتی دولت در کاهش فقر است. بسیاری از کارشناسان معتقدند که تمرکز بیش از حد دولت بر یارانه‌ها و تعهدات مالی مرتبط با آن به جای حل مشکلات اساسی اقتصادی تنها فشار بیشتری بر بودجه وارد کرده است. تحلیلگران معتقدند که این شرایط نگران کننده نیاز به بازنگری جدی در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای کاهش فقر و ایجاد رشد پایدار و عادلانه را بیش از پیش ضروری کرده است. همراه هستیم با دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران. آی دکتر الفت سلام و عرض ادب. آی دکتر، با توجه به افزایش نرخ فقر و گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که نشان میده که یک سوم ایرانیان قادر به تأمین نیازهای اساسی خود نیستند، چه اقداماتی باید در سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی کشور برای کاهش فقر و بهبود معیشت مردم در اولویت قرار بگیره؟ بفرمایید. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و بینندگان محترم. من ابتدا عرض کنم که این عددی که اعلام کردن با توجه به شاخص‌های جهانی در حوزه فقر و نحوه محاسبش خب عددی خورده خارج از ذهن هستش و چند وقت پیش هم بحث بودش که الان این عدد واقعا در حد 30% هستش و اینی که ما از سال 95 به این ور همچنان در سطح 30% موندیم که خب این واقعیت نداره با توجه به اعدادی که الان در دسترس هستش. ببینید عدد 2.15 دلار در روز برای هر فرد که تقریبا با نرخ دلار یک هفته پیش می شود به برای ماهی حدودا 14 میلیون تومان خط فقر مطلق هستش. پس ما 30% رو باید در نظر بگیریم با این وضعیتی که داره بیان میشه در فقر مطلق به سر میارن، یعنی حداقل کالوری روزانه شونم که 2100 کالوری هستش دریافت نمی کنن. اما در مورد فقر نسبی که حالا
توی جهان بیشتر به اون اشاره میشه، عددی که درآمد باید باشه در ماه برای خانواده 3.5 نفری حدود 40 میلیون تومان هستش که با توجه به سهم دهک‌های درآمدی که ما تو اعداد آمار و ارقام ارائه شده داریم، ما دهک 9 و 10مون حدود 60% درآمد کل به عبارت خانوارهای ایرانی رو دارن و درآمد دهک‌های 1 تا 5مون حدود 12% بیشتر نیستش. پس ثروت به شدت رفته دست دهک‌های بالا و افراد ثروتمند جمع شده. خب دلیلش هم مشخصه، توانایی بر اساس حالا پژوهش‌هایی که انجام شده و پایان‌نامه‌ای که در این زمینه تعیین شده، درآمد افراد تأثیر مستقیمی در میزان افزایش سرمایه‌شون داشته. کسایی که در دهک‌های بالاتر بودن تونستن دارایی‌های سرمایه بیشتری بخرن و با توجه به نرخ تورم فزاینده وحشتناکی که در این 2-3 سال اخیر بالغ بر 300% و نزدیک حتی 400% شده، در واقع 4 سال گذشته ما می‌بینیم دارایی افرادی که نتونستن دارایی سرمایه مثل طلا، مثل دلار، مثل خانواده‌ای ملک و زمین بگیرن، عملاً سقوط کرده به 1/4 ارزش 4 سال پیششون. خب این باعث میشه که فقر مشهودی در جامعه اتفاق بیفته و در حوزه معیشت به شدت تاثیر بذاره، رو حوزه سلامتی تاثیر خواهد گذاشت. اون سلامتی باز مجددا نیاز داره به هزینه های در حوزه دارو درمان و این افزایش فقر رو تشدید میکنه و نمیشه خیلی روی این با وضعیت جاری حساب کرد که این فقر افزایش پیدا نکنه. الان ما حدود 85 میلیون نفر جمعیت داریم که نسبت سبد هزینه ها باز بر اساس گزارش که خودشون دادن حدود 50% هزینه هایی که داره در کشور از کل هزینه ها داره انجام میشه، حدود 50% مربوط به دهک 9 و 10 هستش و این هم خب کاملا مشخصه. ما اگر بخوایم این اعداد رو واقعی بکنیم، میزان سرمایه که از کشور خارج شده و افرادی که در دهک‌های درآمدی بالا بودن اعداد بسیار بزرگی بود. ما هر روز در بورس شاهد هستیم که داره این سرمایه خارج میشه. فلذا اگر ما در ضریب جینی داریم یک رشد کمی رو میبینیم، مثلا از 3800 افزایش پیدا کرده در سال 1400 این شاخص خیلی مناسبی برای اینکه توزیع درآمد توزیع به عبارت سرد هزینه‌ها رو انجام بدیم نیستش. وضعیت نابسامانی که خب ما الان درش قرار داریم، افزایش هزینه‌های جنگی امنیتی و اقدامات نامتعارف جمهوری اسلامی در منطقه و ایجاد تنش و بحران بر شدت رشد فقر می‌افزاید و هزینه‌ها هم در طی سال همین امسال موجود 4 بار افزایش قیمت داشتیم، انتظار داشتیم 2 بار 3 بار باشه کافی باشه، ولی در حوزه درآمد در جمعیت بسیار بزرگی در حوزه کارگری و کارمندی افزایش درآمد به صورت سالانه داریم. پس افزایش هزینه 4 بار، افزایش درآمد 1 بار در سال و این منجر خواهد شد به افزایش شکاف طبقاتی و به تبع هزینه های خانوار و افزایش به عبارتی درصد فقرا. الان بر اساس فقر نسبی شاید ما بگیم حدود 70% جامعه ما زیر خط فقر هستن، ولی بر اساس فقر مطلق عدد 30-35% رو میشه گفتش. ولی باز هم به اعداد ارقامی که داره از مرکز آمار و بانک مرکزی منتشر میشه به هیچ وجه نمیشه اطمینان کرد، چون شاخصهای دیگر در حوزه‌های دیگر و اعداد اینها رو تایید نمی‌کنند. بله، سپاسگزارم از شما. با تشکر از دکتر علیرضا الفت، کارشناس حوزه اقتصاد و فناوری از تهران، که پیرامون این گزارش دعوت ما رو پذیرفتند. برنامه رو با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. رئیس جمهور روسیه اعلام کرد که بریکس در حال ایجاد گروه کشورهای همسوست و از کشورهای علاقمند برای پیوستن به این گروه دعوت خواهد کرد. وی همچنین بر تعمیق روابط اقتصادی و گسترش همکاری‌های بین بانکی میان اعضای بریکس تاکید کرد. نمایشگاه آلبرتا داستان‌های ناگفته بشر روسی مسلمانان آمریکایی در این کشور را به نمایش می‌گذارد. این نمایشگاه شامل فیلم‌ها، عکس‌ها، شعر، هنر دیجیتال و داستان‌های صوتی درباره اعمال محبت‌آویز و بشردوستانه مسلمانان در سراسر ایالات متحده آمریکا بود. همچنین نزدیک به 200 داستان از بشردوستی مسلمانان آمریکا در این نمایشگاه به معرض دید عموم گذاشته شد.
بشرا بیبی همسر نخست وزیر پیشین پاکستان عمران خان پس از نزدیک به 9 ماه زندان با تأمین وثیقه آزاد شد. این زوج به اتهام فساد و فروش غیرقانونی هدایا به 14 سال زندان محکوم شده بودند، اما این اتهامات را سیاسی می دانند و رد می کنند. آرزو اشرفی زاده معاون سازمان محیط زیست ایران نسبت به ساخت سد بخش‌آباد در افغانستان هشدار داد و آن را تیر خلاصی به پیکر تالاب هامون دانست. وی تاکید کرد که این سد موجب قطع جریان آب به تالاب هامون خواهد شد و مشکلاتی چون گرد و غبار و فرونشست زمین را تشدید می‌کند. متا به تازگی از فناوری تشخیص چهره برای شناسایی کلاهبرداری های تبلیغاتی استفاده می کند. این فناوری تصاویر کاربران را با پروفایل های فیسبوک و اینستاگرام مقایسه می کند تا اطمینان حاصل کند که تصاویر افراد مشهور به طور نادرست استفاده نشدند. هدف این اقدام حفاظت از هویت واقعی کاربران و جلوگیری از سوء استفاده های احتمالی است. مقام دومای روسیه نسبت به خطر جنگ جهانی سوم هشدار داد و از تلاش‌های کشورهای بریکس برای کاهش تنش‌ها در غزه و لبنان خبر داد. لئونید استولوسکی تأکید کرد که این کشورها در تلاشند تا بحران‌ها را از طریق مذاکرات حل کنند و از کشتار غیر نظامیان جلوگیری کنند. وزیر مهاجرت عراق از بازگشت 181 آوار از اردوگاه شیخان در دهوک به سنجار خبر داد. ایوان فائق جابرو اعلام کرد که این بازگشت با همکاری مقامات محلی و سازمان بین المللی مهاجرت انجام شده و آوارگان از کمک‌های مالی و امدادی بهره‌مند خواهد شد. در کنفرانس پاریس وزیر خارجه فرانسه اعلام کرد که 1 میلیارد دلار برای کمک‌های بشردوستانه و حمایت نظامی از لبنان جمع‌آوری شده است. وی بر لزوم حمایت از ارتش لبنان و جلوگیری از سلطه گروه‌ها بر یکدیگر تاکید کرد. این کنفرانس با حضور بیش از 70 کشور برگزار شد. در پی اظهارات رئیس جمهور ایران مبنی بر بررسی راه‌های رفع فیلترینگ، تجمعی از حامیان فیلترینگ برگزار شد. سوالاتی درباره منافع پشت پرده این محدودیت‌ها مطرح است، چرا که طبق آمارهای غیررسمی مافیای فیلتر شکن سالانه 60,000 میلیارد تومان از این وضعیت سود می‌برند. پلیس آلمان فردی 34 ساله را به اتهام جمع‌آوری کمک‌های مالی برای گروه سنی‌های تندروی داعش در ایستگاه راه آهن برلین دستگیر کرد. او متهم است که چندین هزار یورو به داعش در سوریه انتقال داده و قصد کمک به خروج غیرقانونی اعضای این گروه را داشته است. گروهی از کشورهای غربی روز گذشته در پی درخواستی از چین خواستار آزادی همه مسلمانان اویغور شده و از دولت چین خواستند تا به ناظران مستقل حقوق بشر اجازه دهند از مکانهای بازداشت این مسلمانان دیدن نمایند. گفتنیست جیمز لارسن سفیر استرالیا در سازمان ملل در جریان نشست کمیته حقوق بشر مجمع عمومی سازمان ملل متحد به همراه 15 کشور از جمله ایالات متحده، کانادا، آلمان و ژاپن این درخواست را مطرح نمود. لازم به ذکر است مدت هاست که گروه های حقوق بشر پکن را متهم می کنند که بیش از 1 میلیون مسلمان اویغور را در اردوگاه های باز آموزی در سینکیانگ بازداشت کرده و آنها را سرکوب می کنند. بیش از 60 نماینده دموکرات از مجلس نمایندگان آمریکا از رئیس جمهور جون بایدن خواستند تا تمام زندانیان سیاسی در پاکستان از جمله عمران خان نخست وزیر سابق این کشور را آزاد کنند. عمران خان از اوت 2023 در زندان به سر می‌برد و به اتهامات متعددی پس از سقوط دولتش در سال 2022 مواجه است. نمایندگان آمریکایی بر لزوم رعایت حقوق بشر در سیاست‌های آمریکا نسبت به پاکستان
تأکید کرده و انتخابات اخیر این کشور را با سطحی تاریخی از تخلفات توصیف کردند. آنان همچنین نسبت به سرکوب فعالیت‌های سیاسی و آسیب به اقتصاد پاکستان هشدار دادند. سازمان پرواسیل به تازگی نسبت به بخشنامه اجرایی آلمان در زمینه تغییرات قوانین اتحادیه اروپا انتقاد کردند. طبق این تغییرات، پناهندگان به ویژه در شرایط سختی قرار خواهند گرفت و مدت زمان بازداشت آنها تا 12 هفته افزایش خواهد یافت. این قوانین به منظور تسهیل اخراج پناهندگان از کشورهای به اصطلاح ایمن معرفی شدند که می توانند روند درخواست پناهندگی را تحت تأثیر قرار دهند. سازمان یاد شده این اقدام را نقض حقوق بشر دانسته و خواستار بازنگری در این پیشنویس قبل از تصویب نهایی آن شده است تا حقوق پناهندگان به خطر نیفتد. پیتر هاپکینز، استاد جغرافیای اجتماعی در دانشگاه نیوکاسل، معتقد است برخی از مسلمانان در بریتانیا به دلیل بی‌اعتمادی به پلیس و مقامات از گزارش جنایات ناشی از نفرت علیه خود تردید دارند. به گفته این استاد، جنایات نفرت علیه مسلمانان در بریتانیا نمی‌تواند مقیاس واقعی این مشکل را در انگلیس منعکس کند. هاپکینز همچنین نسبت به نفوذ فزاینده راست افراطی در بریتانیا هشدار داد و گفت که این نفوذ در تقویت احساسات ضد مسلمانان نقش دارند. طبق گزارش روزنامه فرانکفورتر آلمان، در نیمه اول سال 2024 787 پناهنده سوری را به کشورهای دیگر اخراج کرده است. این عملیات به دلایل قانونی و سیاسی به سوری انجام نشده و با چالش‌های سیاسی در آلمان همراه بوده است. رئیس مشترک اداره خودگردان شمال و شرق سوریه نیز آمادگی برای پذیرش بازگشت داوطلبانه این پناهندگان را اعلام کرده است. با این حال، آلمان به دلیل شرایط امنیتی نامناسب هنوز به بازگشت به سوریه اقدام نکرده است. موضوع اخراج و ادغام پناهندگان سوری همچنان در کانون بحث‌های سیاسی و اجتماعی در آلمان قرار دارد. یکی از دانشگاه‌های استرالیا به تازگی در اقدامی خلاف آزادی عقیده درب نمازخانه را بست و موجب خشم دانشجویان مسلمان شد. گفتنی است دانشگاه سوننبرن در ملبورن تصمیم گرفته است که نمازخانه خود را در روزهای جمعه، روز مقدس مسلمانان که نماز جماعت برگزار می‌شود، ببندد و ده‌ها دانشجوی مسلمان را مجبور به خواندن نماز در جاهای دیگر کند. در همین راستا، روز جمعه دانشجویان قبل از اقامه نماز در دانشگاه در زیر باران تجمع کردند تا اعتراض کنند. گروهی از پزشکان در انگلیس آزمایش اولین واکسن جهان را علیه بیماری ناشی از نورو ویروس یا ویروس تهوع زمستانی آغاز کردند. نورو ویروس یا ویروس نورواک که با نام ویروس استفراغ زمستانی هم شناخته می شود، عامل ایجاد کننده بیماری های گوارشی مصری است و باعث التهاب معده و دیواره روده بزرگ می شود. دکتر پاتریک مور، پزشک عمومی و محقق ملی این آزمایش در انگلیس، میگوید در حال حاضر هیچ واکسن تایید شده‌ای برای نورو ویروس در جهان وجود ندارد و به افرادی که بسیار بیمار میشوند مایعات داخل وریدی داده میشود. مور اضافه کرد این بیماری سالانه در سطح جهان حدود 685 میلیون مورد ابتلا و 200 هزار مورد مرگ و میر دارد. همچنین تصور می شود در انگلیس سالانه حدود 4 میلیون مورد ابتلا به نورو ویروس وجود دارد. شایان ذکر است واکسن نورو ویروس مبتنی بر فناوری mRNA است، رو کردی که توسط شرکت هایی مانند فایزر و مدرنا در طراحی و تولید واکسن های کویی استفاده می شود. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. یک سوم ایرانیان زیر خط فقر، ناکامی سیاست‌های حمایتی دولت ایران.
کشورهای غربی خواستار شفافیت حقوق در سینکیانگ شدند. درخواست 60 نماینده آمریکایی برای آزادی عمران خان از زندان. انتقادات شدید به تغییرات قانونی جدید آلمان در زمینه پناهندگان. آمار ثبت نشده اسلام هراسی در بریتانیا. اخراج 787 پناهنده سوری از آلمان به کشورهای دیگر در سال 2024. بسته شدن درب نمازخانه در دانشگاه استرالیایی. و آزمایش اولین واکسن جهان علیه ویروس تهوع زمستانی. بینندگان عزیز، به پایان این بخش از اخبار شبانگاهی رسیدیم. ممنونم که با ما همراه بودید. اللهم عجل لولی کرفرج. خدا نگهدار. شب خوش.